من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا مبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در آیات گذشته هم بحث انفاق را داشتیم و هم بحث جهاد را. بحث جریان احد و غزوه احد آغاز شده بود و هنوز ادامه دارد. در آیات آینده ادامه بحث احد هست، اما در کنار جهاد انفاق همیشه شیوه قرآنی هست که برای انفاق تشویق می فرماید. خب شما اکنون میتونید که این اعتراض بکنید که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، بحث انفاق نیست، بحث ربا هست. ربا چه مناسبتی با انفاق دارد یا چه مناسبتی با جهاد دارد؟ چونکه جهاد و انفاق که لازم و ملزوم هستند. خدمتتون عرض میکنم که اساتید و مفسران بزرگوار می فرمایند که مناسبت زیادی دارد. در واقع ممانعت از ربا باعث تقویت روح جهاد است. ممانعت از ربا، جلوگیری از سودخاری، این چیه؟ باعث تقویت جهاد میشه و روح جهاد میشه، به دلیل اینکه انسانی که اونقدر بخیل است،
انسانی که اونقدر بخیل است و نتواند که برادرش را بلا عوض قرض الحسنه بده، یه برادری مشکلی دارد، نیازی دارد، این میگه که من بهت قرض الحسنه میدم اما اینقدر سود باید بدی، اینقدر ربا بدی. واقعا این انسان انسان بخیلیه، انسان پستیه. چقدر برای این پول مهم است؟ مشکل انسان، مشکل برادر مهم نیست، حل من مزید بودن خودش مهم است که پول من، سرمایه من اضافه بشه. پس اون انسانی که اینقدر بخیل است که نتواند کسی را پول وام بلا عوض بدهد، بدون سود بدهد، اون انسان جرأت قربانی مالی هم نداره. اون کجا میاد در راه خدا پول میده؟ اون که به کسی که قرض الحسنه چقدر اجر دارد، انسان قرض بده و بعدا هر وقتی که نادار داشت ازش بگیرد خیلی اجر دارد. تا وقتی که وام انسان برگردنش هست صدقه برای انسان حساب میشه. خب این انسان اونقدر توان نیکی ندارد، توان بر ندارد، توان احسان ندارد، پس این میاد مفت بلا عوض پول در راه خدا میده؟ قطعا نمیده. رباخار هیچ وقت توفیق ندارد. پس الله عز و جل از ربا، از سود منع فرمود در این آیات. منع سود نوعی ترغیب و همدردی با هم نوعان است، هست یا نیست؟ سود نگیر یعنی کسی که مشکل دارد بدون سود، بدون ربا بهش وام بده. همدردی شد یا نه؟ انسان به فکر خودش نباید باشه، به فکر دردمند باشه، به فکر حاجتمند باشد. و بعد از ممانعت از سود هم دستور تقوا صادر شد و تقوا هم سد باب می کند از اعمالی که الله عز و جل نمی پسندد. به هر حال این مناسبت ربا هست با انفاق، با جهاد، که کسی که بتواند این بذل را بکند، این قربانی را بده که بلا سود وام بده، بلا ربا قرض بده، خب این انسان در وجودش حس همدردی، حس غمخاری پیدا میشه و این انسان میتواند در راه خدا هر نوع بذلی بکند، هم بذل مالی داشته باشد هم بذل جانی داشته باشد. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، نخورید ربا را اضعافا مضاعفا، چند برابر، چند برابر. انسان یکی هست که دو برابر، یکی هست که بیشتر از دو برابر، همه صورت های مازاد ممنوع قرار گرفته. واتقوا الله، نسخه عمل، واتقوا الله، از الله بترسید، لعلكم تفلحون، نتیجه ثمره، یقینا شما رستگار می شوید، یقینا شما رستگار می شید اگر از خدا بترسید. خب از خدا که بترسید، ترس خدا، تقوا، سد باب چی هست؟ ربا هست. الله می فرماید واتقوا النار، تخویف اخروی هست، واتقوا النار التي اعدت للكافرین، ای مسلمان بترس از آتشی که اون آتش برای تو آماده نشده، فلسفه وجودیش تو نیستی، اعدت للكافرین، آماده شده برای کافرین. تو خودت را در اون نار، در اون آتش نینداز، با اون آتش خودت را گرفتار نکن. واتقوا النار التي اعدت للكافرین، بترس از ناری که برای تو نیست،
برای کافرین است. حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله اینجا مقوله دارد، امام نصفی رحمه الله در تفسیر مدارک نقل کرده، میگوید که این آیه مخوفترین آیه هست از همه آیات که انسان باید بترسد، بیشتر احساس وحشت بکند این آیه هست. چرا؟ چونکه خداوند انسان را میترساند از آتش، مؤمنین را میترساند، مؤمنین را میترساند از آتشی که مال کافرین هست. و اگر مؤمنین از محرمات خدایی، از محارم، از حرام پرهیز نکنند، پس طعمه این آتش می شوند. یعنی ای مؤمن بترس از اون آتشی که اگر پرهیز نکردی با کافر یکسان میشی، جایت با کافر میشه. کان ابو حنیفه رحمه الله یقول، امام ابو حنیفه میگفت هی اخوف آیه فی القرآن، این مخوفترین آیه هست در قرآن که انسان را میترساند. حیث اوعد الله المؤمنین بالنار، که در این آیه خداوند ترسانده وعید بیان کرده برای مؤمنین آتش را، آتشی که المعده للكافرین، آتشی که آماده شده برای کافرین. ان لم يتقوه في اجتناب محارمه، اگر مؤمنین نترسند از خدا در اجتناب محرمات، اگر نترسند، خدا فرموده در همون آتشی که مال کافرین است، در همون آتش شما را می سوزانم. و اتقوا النار التي اعدت للكافرین، بله، و اطیعوا الله و الرسول. اکنون تشریح اتقا فرمود بترسید، تقوا داشته باشی. تقوا چیه؟ در این آیه تقوا را تشریح فرموده. الله می فرماید و اطیعوا الله و الرسول، الله را اطاعت کن، رسول را اطاعت کن، تمام دستورات الله را، دستورات قرآن را به جا بیاور، در زندگیت پیاده بکن، و تمام سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم را احیا بکن. این ثمره، این اصول فوز اول و دوم است، اطاعت الله، اطاعت رسول الله. لعلکم ترحمون، ثمره اطاعت، نتیجه اطاعت، شاید شما مورد رحم الله قرار بگیرید، شما مرحمت بشید، خداوند بر شما رحم بکند. فی الاخره لعلكم ترحمون، اصل پاداش ها در دنیا نیست، هم برای مؤمنین هم برای کافرین، در کجاست؟ در آخرت است. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. الله می فرماید این بشارت اخروی است، مجده آخرت، و همچنین ترغیب است به سوی جهاد و توبه. وسارعوا الى مغفرة من ربكم، بشتابید به سوی مغفرتی که اون مغفرت از جانب رب شماست. و جنة عرضها السماوات والارض، و همچنین جنتی که عرض آن جنت آسمان ها و زمین هست. اولا بشتابید به سوی مغفرت. منظور از مغفرت چیه؟ موجب مغفرت. خود مغفرت از طرف الله است. شما بشتابید به سوی عملی که موجب مغفرت میشه، باعث چی میشه؟ مغفرت میشه. چه عملی باعث مغفرت میشود؟ بله، اخلاص هست و توحید هست.
باعث مغفرت اینه که انسان هر کاری را برای خدا انجام بده، توحیدم همینه، اخلاص و توحید. این تفسیر از سیدنا عثمان ذی‌النورین منقول است، چنانچه علامه ابن کثیر میگه و الثالث چند تا قول دارد، قول سوم میگه و الثالث انه الاخلاص، مراد از مغفرت چیه؟ اخلاص است. واقعا اخلاص کار اگر فقط برای خدا باشد، این نعمت بزرگی هست. خدا به همه ما این صفت را عنایت بفرماید، کارهایمون برای خدا باشد. و الثالث انه الاخلاص، ها، و هو قول عثمان رضی الله تعالی عنه، و وجهه، دلیلش چیه؟ ان المقصود من جميع العبادات الاخلاص، مقصود همه عبادت ها چیه؟ اخلاص است. كما قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، در عبادات چی داشته باشن؟ اخلاص داشته باشن، عبادت برای غیر خدا نباشد، فقط برای الله باشد. تفسیر ابن کثیر. پس مغفرت، بشتابی به مغفرت، یعنی موجب مغفرت، اون چیزی که باعث مغفرت میشه، در تمام عباداتتون اخلاص داشته باشید، عبادت ها برای رب باشد، برای مولا باشد. و همچنین و جنت، بشتابید به سوی جنت. خب ما اگر راه جنت را بلد بودیم میرفتیم به طرفش. اسباب جنت، موجب مغفرت و اسباب جنت. جنتی که عرضها السماوات والارض، عرض آن جنت، عرض آن بهشت به اندازه آسمان ها و زمین هست. قبلا خدمت شما هم آیه شبیه این خواندیم، اونجا هم گفتم که اینجا دو قول هست، دو سخن هست، عرضش به اندازه آسمان ها و زمین، بس خدا میدونه طولش چقدر هست، خیلی وسیع هست. چون که معمولا عرض از طول کمتر است، نه؟ عرض گاهی نصف طول هم نمیشه. پس عرضش وقتی که به اندازه آسمان ها و زمین هست، طولش چقدر هست؟ و بعضی دیگه میگویند که مراد از عرض وسعت است، عرضها ای سعتها، وسعتها، وسعتش به اندازه آسمان و زمین است. خب اگر خداوند بیشتر میگفت، بزرگتر میگفت، یه مثالی که ما ندیدیم میداد، مثلا میگفت عرضش اندازه عرش است، ما هیچ نمیدونستیم، ما ندیدیم. بزرگترین چیز، وسیعترین چیز که ما دیدیم و ما میشناسیم و عقل ما آشنا هست، آسمان و زمین است. همین را ما نمیتونیم احاطه بکنیم، چشم ما اینقدر محدود است که تو بیابان نگاه میکنیم، آخرش فکر میکنیم که زمین و آسمان به هم چسبیده، بنبسته. اینطور ما به هر حال اینجا هم دید ما محدود است، ولی خب بزرگترین چیزی که ما دیدیم آسمان و زمین را گفته. وقتی که اگر چیزی بالاتری در ذهن ما میامد به اون مثال میدادن، ولی حقیقتش را الله میداند. این آسمان و زمین در بعضی روایت ها داریم الان قوی و ضعیف بماند، فقط به یک انسان به اندازه تمام دنیا در بهشت میدهند، به یک انسان. و در روایتی دیگه هست که و عشرت امثالها، ده برابر این دنیا، بس اون چقدر هست که به اندازه آسمان و زمین ارزش. بس الله تعالی این تمثیل را بیان فرمود، یعنی خیلی بزرگ، ولی ما درک نمی کنیم. اما ابن عباس برای اینکه بیشتر بفهماند که خیلی بهشت از آسمان ها و زمین بیشتر هست، به این صورت گفته، قال ابن عباس تقرن السماوات والارض بعضها الى بعض، آسمان ها و زمین چند تا هستند؟ هر یکی هفت هفته هستند. بعد از ظهر انشاءالله درسی داریم در رابطه با
هفت بودن آسمان و هفت بودن زمین اونجا میخوانید. میفرماید اینها هر هفته کنار هم بچین، کنار هم قرار بده، قرین هم، نه ته به ته، نه سر به سر، نه روی هم، فعلا که روی هم هستند. تقرن السماوات والارض بعضها الى بعض کما تبسط الثياب، چنانچه شما چند تک پارچه هستن اینا رو سری هم میکنید، سر به سر نمیکنید، کنار به کنار، نه این دو متر را با این دو متر کنار به کنار دوخ میدی میشه چهار متر، چهار متر دیگر را در کنارش میشه هشت متر. لذا کما تبسط الثياب، همانگونه که لباس ها پهن میشن زمین و آسمان ها همینطور کنار هم، و یوصل بعضها به بعضی، بعضی را با بعضی وصل بده، فذلك عرض الجنه، این شد عرض جنت، ولا يعلم طولها الا الله، طولش را غیر از الله نمیداند، چون عرضش به اندازه آسمان نیست، سماوات والارض فرموده همه آسمان ها و زمین را کنار هم قرار بده و طولش را الله میداند، و هذا قول الجمهور قرطبی. و بعد می فرماید ابن جریر میگه بل الکلام عن غایت السعه، اینجا کلام الله این است، منظور کلام الله این است که خیلی وسیع است، عن غایت السعه خیلی وسیع است، بما هو فی تصور السامعین، ها کنایت عن غایت السعه بما هو فی تصور السامعین، چیزی گفته که در تصور سامعین بیاید، همین در تصور سامعین و مخاطبین قرآن میاد، همین که دیدن زمین و آسمان، لذا از تصورشون بالاتر است. الله می فرماید و سارعوا الى مغفرت من ربکم، بشتابید به سوی مغفرتی، مغفرتی که از جانب ربتان هست، عرض کردم این هم ترغیب به قتال است، هم ترغیب به توبه است، و جنت عرضها السماوات والارض، الله می فرماید به اون بهشتی یا اسباب جنتی که عرض آن به اندازه آسمان ها و زمین هست، اعدت للمتقین، مستحقین جنت، این جنت آماده شده برای متقیان، برای متقیان آماده شده، برای پرهیزگاران، متقیان کی هستند؟ الله تعالی دو گروه را بیان می فرماید، الذين ينفقون في السراء والضراء، در رأس انفاق، واقعا انفاق در دنیا یک عمل بسیار بزرگی است، هر کسی که این سعادت را داشته باشه بتونه بر انسانها خرج بکنه این سعادتمند است، کسانی که خرج میکنند فی السراء و الضراء، شما قبلا سراء را خواندید که ورشکستگی مالی و الضراء جانی، کسی که مشکل مالی داشته باشد اون را میگه سراء، و الضراء کسی که مشکل چی داشته باشد؟ جانی یعنی مریضی داشته باشد. ولی اینجا ابن عباس از ایشون تفسیر ابن جریر نقل کرده، عن ابن عباس فی السراء والضراء ای فی العسر والیسر، ای فی العسر والیسر، هم در حالت عسر خرج میکنه هم در حالت یسر، وقتی که خیلی سود میبره خرج میکنه تنها نیست، اگر سود نمیبره وضعش خوب نیست هم خرج میکنه. دیروز عرض کردم که لازم نیست انسان خیلی خوب وزش توپ باشه، سرمایدار باشه، خرج بکنه، هر کس طالب العلم فقیر هم باید خرج بکنه، عالم و ملا هم باید خرج بکنه، هر کس به حد توان خودش، هر انسانی منفق باشه. انفاق را الله تعالی در قرآن فرموده فقط مال سرمایداران نیست، بیوزنان هم انفاق میکنند. لذا الله می فرماید ينفقون في السراء والضراء، خرج می کنند در عسر و یسر خرج می کنند، والكاظمین الغيظ، و فرو برنده غیظ هستند، غیظ را فرو می برند، یعنی اون چیزی که موجبات غیظ باشد، موجبات خشم باشد،
اون را فراموش میکنند. والعافین عن الناس، وصف سوم، درگذر میشوند از مردم، از تقصیرات مردم، از کوتاهی مردم. خب این انسان واقعا انسان نیکوکار است، هم بذل مالی دارد هم بذل اخلاقی. کسی که نسبت به او کوتاهی میکند در صدد انتقام نیست، حس انتقامش ضعیفه، حس گذشتش و عفوش چی هست؟ قوی هست. این محسن است. والله يحب المحسنين، خداوند دوست دارد چنین نیکوکاران را، انسان هایی که چنین نیکوکاری دارند و احسان دارند. خب شیخ ما حضرت حسین علی رحمه الله می فرماید که اینجا دو گروه بیان شدند، بقیه مفسران همه صفات متقین قرار میدن، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، و بعد والذين اذا فعلوا فاحشة، میگه همه اینها صفات متقین هستند. اما شیخ رحمه الله می فرماید دو گروه متقین بیان شده. یک گروه متقین همونی که همه کارهای خوب انجام میده، یک گروه دیگر متقین هم اونا هستن که اشتباهاتی هم از دستشون میشه اما فورا الله را یاد میکنند. وقتی که اشتباه یاد بشه از اونها چی بشه؟ سر بزند، فورا الله را یاد میکنند. خب بسیاری از مفسرین هم همین نظر را دارند که این گروه دوم غیر از گروه اول است. والذین اذا فعلوا فاحشه، کسانی که هرگاه مرتکب فاحشه می شوند، او ظلموا انفسهم، یا بر خود ظلم می کنند، اذا فعلوا فاحشه، این آیت داشته باشید، فاحشه اینجا به معنی گناه کبیره است، او ظلموا انفسهم گناه صغیره است. الفاحشه هی الكبيره و ظلم النفس هی الصغیره، تفسیر کبیر. امام رازی میگه پس مراد از فاحشه اینجا بی‌عفتی نیست، یک گناهی که فحش باشه، یعنی بزرگ باشد، یا ظلم و انفسهم گناهی که به خود انسان برمیگرده، به خود ظلم کرده، گناهی که چی باشد؟ صغیره باشد. بله، علامه قرطبی میگه ذکر الله تعالی فی هذه الآیه صنفا هم دون الصنف الاول، اینجا والذین اذا فعلوا فاحشه، گروهی هست که از گروه اول پایین تر است از نظر درجه، از نظر سطح، صنفا هم دون الصنف الاول، فالحقهم به برحمته ومنه، این گروه را هم با اون متقیان خدا حساب کرد با لطف و منتش. فهؤلاء هم التائبون، اینها کی هستند؟ تائبون هستند. بله، پس اینها تائبون هستند، اون گروه اول اونایی هستند که فقط کار نیک انجام میدهند. و او ظلموا انفسهم، بازم بحر المحیط میگه و ظلم النفس ما بین العبد و بین ربه، ظلم نفس اینه که بر انسان دیگه ظلم انجام نگیرد، اون چی که بین تو و بین ربت انجام گرفته، یعنی در حقوق العباد کوتاهی کردی. یک وقتی کسی از ظلم فکر نکنه بر کسی ظلم کرده، نه، بلکه این آنچه که به حقوق العباد انسان چه حقوق الله کوتاهی داشته، اون را میگم بین انسان و بین عبد. الله میفرمه اینها هم. خب الان ببینید بحث بحث احد هست و در رابطه با جنگ احد جلوتر میخوانیم، اما در احد یک سری کوتاهی های شد. اون رماتی یعنی تیراندازانی که بر جبل و رمات بودند و اطاعت امیر نکردند، عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه امیرشون بود، اونها را گفت که نروید،
برای جمع‌آوری غنایم اونها رفتند، لذا بعدا پشیمان شدند، از الله مغفرت خواستند. خب بزرگان ما، مفسران ما میگویند که اونها هم در این آیه داخلند، جز محسنینند، جز متقینند. والذین اذا فعلوا فاحشتن، فاحشه یعنی گناه کبیره مرتکب شده، او ظلموا انفسهم ذکروا الله، بعدا خدا را یاد میکنند. ببین، فبه اطلاق لفظ ينتظم ما فعله الرمات انتظاما اولیا روح المانی، این کلمه فاحشه با توجه به اطلاقش گفتی مراد از فاحشه بی افتی نیست، مطلقا گناه، شامل آنچه که رمات انجام دادن بر جبل الرمات احد، شامل اونها هم میشه انتظاما اولیا، در همون انتظام اول شامل، در همون شامل شدن اول اونها را هم شامل میشه، اونها را هم متقین میگویند، چون ذکر الله، الله را یاد کردند. ببینید اینجا یک چیزی دیگه هم توجه بکنید، ذکر الله را، عظمت الله را یاد میکنند. کی یاد میکنند؟ اذا فعلوا فاحشتن، نه بعد از 30 سال، نه بعد از 50 سال، نه بعد از 20 سال. متقی اونه که اولا گناه نمی کند، همیش معروفات، اون گروه اول معروفات قبلا خواندیم، اگر آیی از او سرزد فورا نمی گذارد شب صبح بشه. متوجه شدید؟ این صفت متقی هست که بر گناه اصرار نکند، مداومت نکند، کشش ندهد، طولش ندهد. ذکر الله، اذا فعل، هرگاه که انجام داد گناه کبیره را یا صغیره را، ذکر الله، عظمت الله را یاد می کند، از الله می ترسد، موی بدنش بلند میشه. فاستغفروا لذنوبهم، الله می فرماید فاستغفروا لذنوبهم، برای گناهانشان مغفرت می طلبند. از کی؟ الله اینجا جمله معترضه بیان می فرماید که بغیر از الله کیه؟ و من یغفر الذنوب الا الله، چه کسی است که گناهان را معاف می کند بغیر از الله؟ بجز از رب العالمین کسی وجود ندارد. ولم یصروا علی ما فعلوا، صفت دیگر این متقیان، اصرار ندارند بر آنچه که انجام میدهند، اصرار ندارند. همین که عرض کردم، ذکر الله، فورا دست میکشد، خدا را یاد میکند، دیگه کش نمیده، طول نمیده. اصرار را بعضی ها خوب تو تفسیر کردن، توجیه کردن، علامه قرطبی، والاصرار هو التسویف بالسین. اصرار چی را میگن؟ تسویف را میگن. تسویف اصطلاح عربی شما میدانید، و التسویف ان یقول اتوب غدا، سوف سوف، نه سوف اتوب، سوف اتوب، ان قریب من توبه میکنم، اتوب غدا، اتوب بعد غد، اینه که امروز و فردا میکند، توبه میکنم. اونی که این کار را میکنه متقی نیست. ولم یصروا، اصرار نکند بر آنچه که انجام داد. و هم یعلمون، آنها هم میدانند اصلاح عقاید را، که عقاید خودشون را اصلاح بکنند. خب عقاید خودشون را اصلاح میکنند، اعمال خودشون را اصلاح میکنند. اینها جزایشون چی هست؟ الله می فرماید اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، ثمره اول دفع مذرت، بخشوده که بشن دیگه عذابی برایشان نیست. این انسان ها جزایشان مغفرتی است از جانب ربشان، و جنات، جلب منفعت، ثمره دوم، و جنات تجری
و باغاتی هست که جاری است از زیر درختان اون باغات، نهرها جاری است، خالدین فیها، همیشه در آن باغات خواندگار می شوند. و نعم اجر العاملین، بهترین هست اجر و پاداش عاملین، کسانی که عمل می کنند بهترین پاداش را دارند، بهترین اجر را دارند. لذا الله عز و جل میگه متقیان اینگونه هستند، یا صفات خوب دارند، یا اگر گناهی از اونها سر میزند فورا خدا را یاد میکنند و معذرت خواهی میکنند. اکنون خداوند تخویف دنیاوی بیان میفرماید و تسلی هم میدهد رسول الله را، هم مؤمنین را هم رسول الله را. اما تخویف دنیاوی کسانی که قبول نکنن، تکذیب بکنن، انجام و عاقبتشون را ببینید. خب تسلی زمینی هست برای رسول الله، یعنی انجام مکذبین شما و دشمنان شما هم همینه. الله می فرماید قد خلت من قبلكم سنن، به درستی که گذشته قبل از شما سنن را آلوسی میگه وقائع الامم المكذبه، سنن یعنی چه؟ وقائع الامم المكذبه، یعنی واقعات امتهای تکذیب کننده، جریانهای اون امتهایی که تکذیب کردند، جریانهای اونها، واقعات اونها و داستانهای اونها قبلا گذشته. فسیرو فی الارض، پس سیر بکنید در زمین، فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین، غرض سر، نگاه کنید چگونه شد عاقبت مکذبین، عاقبت تکذیب کنندگان، اونهایی که تکذیب کردن پیامبران الهی را به چه حالت زاری گرفتار شدن. هذا بیان للناس، هذا این اشاره هست به قرآن مجید. قال الحسن و قتاده و ابن جریج و ربیع، الاشاره الى القرآن، هذا بیان للناس، این قرآن بیان، التنوین للتعظیم، بیانی بسیار بزرگ هست برای مردم، باید از این بیان عظیم مردم درس بگیرند، عبرت بگیرند. و هدن و موعظه للمتقین، هدایت است علما و موعظه عملا، قبلا خواندیم، هدایت است علما یعنی چی؟ یعنی کسی بخواهد راه هدایت را فرا بگیرد، علمش را داشته باشد، دانشش را داشته باشد، هم قرآن را به قرآن مراجعه کند. و موعظه، کسی عملا بخواهد در زندگی خودش احیا و اجرا بکند، هم در قرآن هست، برای متقین، خاص برای متقیان هست، غیر متقیان از این قرآن پند نمیگیرند. کسی که از الله بترسد، مستفیدین من القرآن، کسی که از الله بترسد اونها میتوانند پند بگیرند. خب ولا تهنوا ولا تحزنوا، این بحث انفاق بود، ربا بود، و بعد از ربا خداوند از گناهان برحذر داشت و فرمود سارعوا الى مغفرت و جنت، هم تشویق به توبه بود و هم تشویق به چی بود؟ به جهاد بود. اما ادامه بحث احد که مسلمانان به ظاهر شکستی خوردند، نگران بودند، جوش می زدند، الله تعالی اینجا تسلیشون میده، میگه سست نباشید، غم هم نخورید. قرطبی میگه عزاهم و سلاهم، خداوند اینجا هم تعزیه میگوید برای اونها، هم تسلیتشون، یعنی تسلیشون میده. عزاهم و سلاهم بما نالهم یوم احد، به اونچه که روز احد به اونها رسید، من القتل والجراح، که کشته شدن بعضی، زخمی شدن، و حثهم على قتال عدوهم، خداوند اینجا تحریک میکند، برانگیخته میکند بر جنگ دشمن، و نهاهم عن العجز والفشل، و من میکند صحابه را از عجز و از فشل و ترسیدن و سست شدن. قرطبی لذا الله می فرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا، شما سست نباشید
ولا تحزنوا جوش هم نزنید غمگین نباشید و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین شما برتر هستید شما پیروز هستید ان کنتم مؤمنین اگر شما مؤمن باشید اگر مؤمن باشید مؤمن واقعی باشید بر مسیر ایمان و اهل ایمان باشید شما پیروزید. خب این که امروز این ضرب بزرگ این شکست بزرگ متوجه شد الله می فرماید این یمسسکم قرح اگر به شما قرح رسیده یعنی مصیبت رسیده ضرب رسیده قرح اصل زخم را میگن فقد مس القوم قرح مثلو به درستی که به اون قوم دیگر یعنی که مشرکین قرحی رسیده زخمی رسیده مثل این اونا هم به هر حال دیروز ضربه خوردن دو برابر شما شما 70 تا فقط شهید دادید اونا 70 تا کشته دادن و 70 تا زخم چی اسیر دادن و تلک الایام نداولها بین الناس الله می فرماید این ایام را ایام چی غالبیت و مغلوبیت می نیسید ایام غالبیت و مغلوبیت را نداولها بین الناس دست به دست می دهیم ما بین مردم این طرف و اون طرف می گردانیم تداول چی را می گن دست به دست یک روزی در دست شماست غالبیت یک روزی در دست دشمنان شماست الله تعالی این فلسفه موفقیت و شکست است هر جا موفقیت نیست این نکته ای که از قرآن به ذهن می رسد گرچه خداوند حکمت های این شکست را واضح تر بیان می فرماید ولی یک نکته ای که به ذهن می رسد اینه که اگر هر جا اهل ایمان پیروز بشند در هر معرکه ای هر چقدر کم باشند هر چقدر قلیل باشند اسلحه داشته نباشند پیروز بشند این در واقع یک آیه ای هست و یک نشانی هست خدا داره نشان میده که اسلام بر حق است وقت ایمان بالغیب معنایی نخواهد داشت خب پس همه مردم مجبور میشند ایمان بیاورند میگه اینها چه داشته باشند چه نباشند چه 10 نفر باشند چه 100 نفر باشند اینها بر حق هستند و الله عز و جل میخواهد دنیا دارالامتحان بمانه شما چندین جا خواندید که اگر خدا بخواهد که همه مردم مسلمان بشوند خب همه را مجبور میکند اون وقت معنای امتحان بودن دنیا و دارالامتحان بودن برای چی هست لذا خداوند عز و جل مبنای هر چیز را بر قدرت غیبی نگذاشته بر اسباب گذاشته مؤمنین را دوستان خودش را یاری می کند کمک می کند ولی هر جا اسباب چی هست اسباب را خداوند مؤثر گذاشته شاید یکی از حکمت ها این است که هم در جنگ بدر باوجود هیچ امکانات پیروز بشه هم احد پیروز باش هم خندق پیروز باش اون وقت میگند که اینها یک چیزی دارند پس مجبورن بریم ایمان بیاوریم در حالی که اون امتحان بودن و دارالامتحان بودن فلسفش میمان و دیگه اینکه الله میفرماید ولیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا خداوند معلوم کند قبلا خواندیم علم به معنی چی هست ظهور است خدا ظاهر کند کسانی را که ایمانش از شما آوردند یعنی مخلصین را و یتخذ منکم شهدا و از شما شهید هم بگیرد تنها درجه با غازیگری نیست گاهی درجه شما با شهادت بالا می رود و بعدا در آیات بعدی می آید که منافقین را هم خدا می خواهد که مشخص بکند ظاهر بکند پس مفسرین نوشتند هرگاه که در جنگ غلبه مال مسلمانان باشد اونجا منظور خدای عزوجل این هست که کفار را به سزای دنیوی برساند به عذاب دنیوی برساند و هرگاه که شکست مال مسلمانان باشد
اونجا هدف خدا این است که مخلص و منافق را چیکار بکند؟ جدا بکند. اونجا در واقع یک محکی هست بین خود مسلمانان. لذا الله می فرماید وليعلم الله الذين آمنوا، تاکه ظاهر کند خداوند، آشکار بکند کسانی را که آمنوا، ایمان آوردند با اخلاص، و یتخذ منکم شهدا، و بگیرد خداوند از شما شهیدانی، شهدای در راه الله داشته باشید. والله لا يحب الظالمين، خداوند ظالمین را دوست ندارد، یعنی کسانی که به هر حال ظلم میکنند، مشرک هستند. این در واقع دفع جواب یک شبهه هست، جمله معترضه است، جواب یک شبهه است. آیا خداوند مگر اونها را دوست دارد که به مرادشون رسیدند، بهترین انسانهای روی زمین شهید شدند؟ الله میگه نه، والله لا يحب الظالمين، اون مشرکان را خدا دوست ندارد، ظالمین را خدا دوست ندارد. شکست شما، شهید شدن شما به معنی دوست داشتن اونها نیست، بلکه خدا میخواهد که مؤمنین را، مخلصین را از شما چی بکند؟ ظاهر بکند، و همچنین از میان شما شهدایی باشد. شهدا که باشد، این به معنی این نیست که اونها را دوست دار خدا، اونها را بیشتر مورد غضب و خشم خودش قرار میدهد. پس همونطوری که غالبا آلوسی بود نوشته بود که هر گاهی که دشمن شکست میخورد، هدف خدا از روی این آیه معلوم میشه. هدف الله عزوجل و اراده الله این است که دشمنان خودش را چی بدهد؟ عذاب دنیوی، چنانچه در بدر انجام داد. و هرگاه که مسلمانان ضربه میبینند، هدف الله عزوجل چی هست؟ اینه که بندگان خودش را، مخلصین را از غیر مخلصین جدا بکند، امتحان بکند. این امتحانی است. لذا الله می فرماید وليمحص الله الذين آمنوا منكم، خالص بگرداند الله عزوجل کسانی را که ایمان آوردند از شما. دیگه خالص میشند، مخلصین مشخص میشن چه کسانی هستن. و یمحق الکافرین، و نابود بگرداند کافرین را. کافرین هم چه منافقین باشند، چه مشرکینی که مسلمانان را شهید کردند، دیگه در واقع قبر خودشون را زدند، استارت نابودی خودشون را زدند. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور، قرآن رب العالمين، جاء لنا مبراس نور، فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور، بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور، بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور، قرآن رب العالمين، جاء لنا مبراس نور، فيه السعادة واليقين.